سلام شبتان بخیر با تحول امشب خوش آمدید وضعیت اقتصادی افغانستان وضعیت بشری افغانستان کمک های جهان به افغانستان کمک های بشری افغانستان قطع کمک های بشری به افغانستان بالاخره مردم افغانستان به کجا میرد همچنان وضعیت مردم افغانستان در حال حاضر چگونه است مردم افغانستان که در بیرون هستند چقدر با مردمی که در اینجا در غربت و فقر زندگی میکنه همکاری کرده است در این مورد بیشتر بحث میکنم مهمانان من در این برنامه حاجی عبیدالله صدر خیل رئیس اتحادیه تاجران افغان در امارات متحده عربی و همچنان عبدالهادی فرهنگ آگاه مسائل اقتصادی مهمانان عزیز با برنامه خیلی خوش آمدید فرهنگ صاحب اگه بحث با شما آغاز بکنم وضعیت اقتصادی مردم افغانستان چگونه است فران محترمتان و از طریق شما و تمام ملت بزرگ افغانستان و به جناب آقای عبیدالله صدر خیل صاحب از تاجران خیلی خوب افغانستان به کلیتان سلام و احترامات تقدیم میکنم بحث سوال که شما فرمودین وضعیت اقتصادی افغانستان همینطوری که در سوال شما ذکر شده واقعا یک وضعیت مشکل آفرین و وضعیتی است که به سوی یک بحران در حالت رفتار است در خصوصا در زمستان اما بر صورتش این ملت در طول تاریخ شما ببینید که چقدر مشکلاتی را تحمل شد و مشکلاتی را متحمل بوده و فعلا هم تاجرای ما و صنعتکارای ما و کسایی که در خارج قرار دارن کمکایی را که برای مردم در داخل انجام میدن این خود در چرخه اقتصادی کشور نقش مهمی در طول 40 سال داشته شما ببینید که همین ارز همین دلار یا یورو یا هر چیزی که کسانی که در خارج هستن مهاجر هستن یا تاجر هستن وقتی که میفرستن برای مردم بی بزاحت یا به فامیل یا به خیش یا به قام به شیوهای مختلف مدد و کمک و یاری از یا باعث میشه که دوباره ارز خارجی بره در چرخه اقتصادی بسیار از بلند رفتن و از بلند بودن نرخ ها در بازار در جلوگیری بکنه اما باز هم فعلا در افغانستان میبینید که یک برنامه مشخص و یک برنامه متوازی و یک برنامه نیست که به شکل طولانی مدت و یک به شکل منظم برای مردمی که نیازمند هستن وارد در یک دیتابیس وارد در یک لیست وارد به اساس یک کمک دائمی زیر پوشش قرار بدن متاسفانه عدم مدیریت نبود یک راهکار مشخص و نبود یک برنامه ریزی در طول سالهای متمادی مردم ما را ضربه بزرگی زده و این مردم و همیشه احتیاج ساخته شما میبینین که همیشه نارا و تریبونای مختلف هم بین ملی هم داخلی که به افغانستان کمک صورت میگیره به میلیاردها کمک صورت گرفت و کمک بود باور بکنین اگر اون مردم دزد نمیبود اگر دولتای مردای قدیم این پولا را ایف میل نمیکردن یک برنامه خوب میداشتن افغانستان به سنگاپور و به تایوان تبدیل شده بود ما اگر تمام پولایی که در افغانستان به شیوه های مختلف آمد اگر او را سنجش بکنیم از درآمد سرانه تایوان و دوبه هم شاید بالا باشد درآمد عمومی که در بخش عامل منفع به خرج میرسه اما متاسفانه هیچ گاهی در بخش عامل منفع نبوده همیشه در خرابی افغانستان و در ریختن بمب و توپ و توپخانه و مشکلات نظامی بوده و همیشه برای مردم ما درد سر آورده باروت تنفس باروت از سالهای سالها مردم ما را به بدبختی میبره ما یک بخش گرسنگی داریم یک بخش هم برنامه ها و سیستم هایی را که دولت مردای سالهای متمادی در افغانستان پیاده کردن ما را عقب زد و ای او برنامه های از یاس فعلا که ما او را میبینیم هر برنامه 10 سال پیش یا 5 سال پیش یا 3 سال پیش نامنظم نامشخص و عدم دستبرد در خزانه ملی و عدم کارایی و بیکاری در پروژه ها شما بهتر میدانید که پروژه هایی که در افغانستان انجام شده 2 سال 3 سال بعد ببینید که پروژه ها دوباره خراب شده هر کیلومتر در افغانستان سرک $1 میلیون برش پروژه داده شد کابل دا ایراد اما ببینید که دوباره خراب شد ما فعلا دوباره به طرف خرابی طرف مشکلات به طرف بدبختی رفتار هستیم نه اینکه به طرف بهتر شدن اما این برنامه ها کل وارثینش از قدیم بوده که برای ما به میراث مانده تشکر صدر خیل صاحب شما مردم افغانستان که در ابدا ما یا بعد از تحول سیاسی در افغانستان چگونه یافتین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و محترم میمان شما و محترم بینندگان سلام تقدیم میکنم. طوری که میمان شما هم فرمود، به همه مردم افغانستان یک چیزی بسیار واضح و معلوم است که این مشکلات فعلی از امی عبده ما یا از یک و نیم سال نیست. این مشکلاتی ما شما که داریم در ملک ما از 20-25 سالی که اینا میگه که دستاورد، من تابال نمیفهم که در 20 یا 21 سالی که همه کشورهای جهان در افغانستان سرمایه گذاری کردن و آمدن، تابال ما شما یک بندی برق نداریم. تابال برق ما شما ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان پولی که با پول میخریم و برق میاریم. آبای ما شما را پاکستان و ایران 95% اونا برای خود مصرف کرده رایستم، اما ما شما برق از بیرون میخریم. اگر ما یک وقتی یک مثال براتان میارم، یک روز اینجا ما با سفرهای یکی از دولت‌های خارجی که در افغانستان سفر داشت، ما تاجرها را برشان دعوت کردم، مو گفت که ما یکقدر بیلیون دلار در افغانستان تا حالا مصرف کردیم، چند صد بیلیون دلار بود. ما گفتم که ما بایسی نماینده تاجران 34 ولایت افغانستان داره، برای ما 34 بیلیون دلار بدین و از 3-5 سال وقت بدین. ما اگر افغانستان هر ولایتش دبی واری جور نکدم، مرا دمو اموجا ایدام کنه. این پایپولایی که آمده، پلا بنام به افغانستان آمده، در افغانستان به دست یک 5% یا 30% پول مردم افتیده بودن پس بیرون کشیده. یعنی هیچ یک زیربینا، یک پروژه اقتصادی در افغانستان در هیچ ولایت، ما در هیچ ولایت نداریم که 1000 نفر کار داده باشه، یک فابریکا جور کرده باشه. و به خیرات حالی که موسسه خارجی یا UN خدا خیر بوده که هر چیزی در افغانستان می بازم برای یک مردم، برای یک فامیل کمک میشه، مگم این رای حل نیست. رای حل به این رقمی نیست که ما به خیرات زندگی خود پیش ببریم. ما باید از خود یک پلان داشته باشیم، باید حکومت نو یک پلانی داشته باشه که برای مردم شغل ایجاد کنه. جوانای ما همش رفتن، کسی در رای ترکیه مرد، کسی در رای اروپا مرد، کسی در بحر مرد، کسی بیادر بندی شد، کسی در پاکستان بندی است، کسی در ایران بندی است. مغز متفکر ما که هر چیزی داشتیم، هر چیزی را که کسی یاد داشت، استازای پانتون، انجینرها، پیلوتا، همه چیزی که در وطن بود کلگیش رفت و رفته راییست. کسی که پولی پاسپورت و تکت داشته باشه و میبراید، به خاطر از این نه کار است، نه روزگار است، نه کدام آینده ای داره. دیگه سرزی باید ما شما فکر کنیم. اگر ما در این فکر باشیم که خارجی هم میای ملک ما شما را آباد میکنه، خود نتانستن. همون هم آمدن. یک بار آمدن، انگلیس ها آمدن، باز اینا ناتو آمد، هیچ کسی نتانست. باید خود ما یک جای شویم، یک فکر کنیم سر از اینکه ملک خود چی رقم جور کنیم، مردم خود پس چی رقم جمع کنیم که در ملک خود آرام و آسوده زندگی کنیم و زندگی خود پیش ببریم. فکر میکنن حالا این زمینه رسیده که مردم افغانستان متحد شون، مردم افغانستان یک جا شون و با ملک افغانستان کار شون؟ دیگه هیچ چاره نیست، دیگه ما کدام چاره دیگه نمیبینیم. از بیگانا دیگه باید ما ایر دل جمع کنیم که از ما خارج جا میه و برای ما میسازه. اگر میساخت در 20-21 سال یک طفل جوان میشه که پیدا تولد میشه، تا 21 ساله را یا 20 ساله را یک طفل جوان میشه. در 20-21 سال چیزی نشد، از این باید دیگه ما چی توقع داشته باشیم؟ از دیگه ما باید افغانستان همه چیز داره، غنی است، فقط اینی میره که چی رقم کنترل شد و چی رقم ذخایری خود ما بکشیم، معدن خود چی رقم به دنیا عرضه کنیم و چی رقم ما را برای مردم خود کار پیدا کنیم. فقط ما یک چند با هم بشینیم و مشوره کنیم و کار خود باید خود ما جور کنیم. تشکر. فرهنگ صاحب، وضعیت بشری مردم افغانستان تا هنوز کس درک کرده؟ تشکر از شما، از میمان خیلی خوبتان جناب صدر خیل صاحب عزیز که صحبتای خوبی داشتن. خدمتتان عرض کنم که نه، مردم افغانستان کسی درک نکده، مردم افغانستان خود مردم افغانستان درک میکنه، مردم افغانستان ما درک میکنیم، چون زادگاه ماست، چون افغانستان برای ما حیثیت مادر داره، حیثیت وجود داره، حیثیت خون تپنده قلب ما را داره افغانستان. ما درک میکنیم، کسی دیگه درک نمیکنه. متاسفانه جامعه جهانی در طول 40 سال شما دیدین که بسیار کارهایی کردن که هیچ گاهی به گفته خودشان یک دموکراسی رو موجه نگذاشتن. یک مجموعه از
دست نشانده را آوردن که اکثرا تکلیف روانی داشتن، همینطوری که جناب صدر خیل سب گفتن که مجموعه وسیع مردم تحصیل کرده ما فرار کرد رفت، مغزای متفکر ما مانه رئیس مغز متفکر ما فرار کرد در ابوظبی رفت. متاسفانه کاری که باید نشد افغانستان پولی که آمد به تایید صحبتهای صدر خیل سب، این پول اگر به تاجر با آدمای با احساس با ایمان و مثل شیخ محمد امارات ابو دبی، ما اگر یک شیخ محمد می داشتیم این پولا را در راه نیک و خوب و با یک برنامه مشخص مصرف میکرد، افغانستان دبی بود. افغانستان چی کمی نداشت، افغانستان شان شوکت و بزرگی مردمش در تاریخ بر تمام دنیا معلوم است. افغانستان تاریخ متمدن، مردم متمدن، شعر، ادب، اخلاق، کرکتر، همه چی دارد. اما متاسفانه یک مجموعه روانی، یک مجموعه که جیبایشان به خاطر پر کردنشان آمدن مبارزه کردن، این وطن را چور کردن، چپاول کردن و اکثرا هم ما چیز دستی روز یک اندوپیندین یک مقاله نشر کرده بود که رئیس جمهور قبلی ما گفته بود که 80% مردم افغانستان دوباره ما را میخواهند. بله شما را میخواهند، اما متاسفانه ای کاش غرب یا امریکایی یک آدمی که با ایدئال می بود و سخن و صحبت و طرز صحبت خود به شکل اساسی می گفت، امور سر ما قبول میکردن. مشکل اساسی وطن ما است که ما یک نخبه نداشتیم، ما یک کسی که دلسوز نداشتیم. درست فرهنگ صاحب، وضعیت بود وضعیت گذشت. در حال حاضر مردم افغانستان در یک بحران بشری قرار دارند. چگونه میشه افغانستان از این بحران بشری نجات داد؟ حال بعد ما پند بگیریم، از تاریخ پند بگیریم، همین گفته های من و شما و تمام رؤسای قبلی را همه را ما باید ما بین هم قرار بده، امارت اسلامی افغانستان یا باید همه چیز را ببینن به اساس همین اصول خدمت بکنن، چون اگر خدمت نکنن نامشان ماندگار نمیمانه. یا بیان خدمت بکنن که او برادرای قبلی ما شما خدمت نکده جای از او را پر بکنن و تاریخ یک تاریخ درخشان از یا قضاوت بکنند. همی الان باید دست به کار شوند، دلسوزانه کار بکنند و وطن آباد بکنند. مثل آقای صدر خیل هزارها و صدها تاجر ما در خارج دلسوز داریم که به مادرش به وطنش دلسوزه بیا وطن بسازه کار کند، اما زمینه سازی بکنه، قوانین تدوین بکنه، برگشت سرمایه را تدوین بکنه. متاسفانه فعلا قوانین اونجا مشکل داره، قوانین در بخش های مختلف تدوینش دقیق نیست. باید جایی که پروژه هایی را پروپوزل درست بکنن، همه را به سرمایه گذارهای خارجی ارائه بدن، تضمین سرمایه بکنن. اگر این کارا را انجام بدن واقعا یاد تاریخ یک نام نیک میمونه. اگر نکنن دوباره نمو چی دوره های قبلی دوباره عملی میشه و ما در مشکلات خواهیم ما. تشکر. وقفه کوتاه. دوباره خوش آمدید. صدر خیل سب، چقدر مردم افغانستان در حال حاضر با کمک‌های بشری نیاز دارند؟ تقریبا 95% مردم افغانستان به کمک بشری ضرورت دارد. افغانستان دیگه هر چیزی که کسی داشت یک دفعه کرونا بود، با جنگ آمد. دمی آخری حکومت اشرف غنی یک سال خود تو جنگ بود که هیچ ولایت و هیچ ولسوالی بدون جنگ نبود. مردم چیزی که ذخیره که داشت را مصرف کردن. بعد از او کرونا بود، بعد از او این جالا آمد، مردم هیچ چیزی ندارد. هر کسی که یک چیزی داشت را مصرف کرد به کمک بشری جدی ضرورت داره. ما از جامعه جهانی و از خارجی ها و از همه جامعه جهانی ما خواهشمندیم که افغانستان و افغان ها از یادشان نره و ایره با این مقایسه نکنه که این سکشن مثلا میاره سر حکومتی طالبا، یعنی سکشن سر کلگی افغان ها سالی سر طالب چیست؟ سر طالب ها از 21 سال از 25 سال سکشن است، از امروز نیست، از 25 سال میشه که اینا زیر سکشن هستن، زیر همین مشکلات هستن. هیچ کدام تاثیر نداشت، از کو از موترسیکل آمدن آن صاحب حکومت شدن. حالی اینا هنوز هم کوشش از ایره دارن که سر از اینا سکشن بردن، بیاین قدش بشینن و برای طالبا و برای حکومت نو مشوره مایی است که خط جامعه جهانی بشینین بیادر تفاهم کنین و افغانستان جدا مانده. این رقم نمیشه، همه کلگ دنیا با هم کار میکنه، همه کشورها با هم کار میکنه. حال افغانستان بخی
یک طرف از کلگی دنیا دیگه طرف است. صدر خیل صاحب در 17 ماه یعنی بعد از تحول سیاسی در افغانستان جامعه جهانی و کمک های بشری به افغانستان داشتن. چقدر درد مردم افغانستان این کمک های بشری درمان کرده؟ فکر نکنم که قدر کده باشه. چرا شما میفهمین این مصرف هایی که این پولی را که برای افغانستان تخصیص میده در این امی کلگی کارمانده از اینا به دلار هستن. مصارف تیکتشان است، مصارف معاشاتشان است، بسیار اگه معاشات گزاف داره. یعنی فکر که یک تیک مثال براتان میتم اگه 100 میلیون برای افغانستان کمک شده باشه شاید 25 میلیون در افغانستان رسیده باشه، 75ش پس مصرف میشه. دیگه از او کمک ها با گیر همه کلگیش هم مصرف کرد در افغانستان. خوب به خیرات تو یک قریه نگاه کده میتونی چی یک ولایت بان چی یک ملک بان به خیرات دادی برای یک فامیل مثلا برای یک ماه یک بوجی بوره دادی، یک بوجی آرد دادی، یک خودی روغن دادی و یک چیز دیگه دادی، یک ماه بعد او فامیل چی کنه؟ ما باید سری یک پروژه زیربنای اقتصادی ما کار کنیم که میبخشین این پولایی را که ما ایره باید باید یک پروژه مصرف کنه که برای مردم دوامدار کار پیدا کنه. با خیرات ما نمیشه سری خیرات یک ماه دو ماه یک فامیل کمک میگیری، بعد از او فامیل چی کنه؟ نه کار داره و نه پول داره. فکر میکنین که جامعه جهانی چنین پروژه در نظر داشته باشه که بتواند افغانستان یک پروژه دراز مدت یک کار بنیادی بکنه که مردم افغانستان صاحب کار شوند؟ نه، جامعه جهانی خوی کار نمیکنه برای ما. تو ما و تو باید اونا رو آماده کنیم به این قطع ما کمک کنه. حکومت ما و تو، ما و شما با مشترکه با این کار کنیم. مثل که فرهنگ صاحب گفت باید با هم کار کنیم، از اون تجربه های سابق باید پند بگیریم، از حکومت های سابق باید پند بگیریم. ما ایتو نکنیم که ما پول بریم و قد در جیبای مردم بره یا مصرف کنیم یا برای اونا نان بدیم. ما برای اونا باید کار یاد بدیم، باید برای اونا یک حد اقل دمی هر ولایت یک پروژه داشته باشیم که یک 5000-4000 نفر کار کنه دو اونمو 5000 نفر یا 4000 یا 3000 که کار کنه. حالا سر این پروژه یا آب و برق ما و شما اگه کار شوه، ما برق ما برای چی رو سر همسایه نفروشیم که ما از همسایه بخریم؟ همین معدن ما و شما که هست، مثلا همین حال چین آمده از 20 سال یمی میسوه اینکه گرفته در مو وقت کانادا میخواست، استرالیا میخواست، این میخواست ندادن چینایی ها گرفت تا بالی سرش کار کردن نه. اگه مو کار شروع میشد یک 10000 نفر میشه کار داده میشد و پول چقدر میامد برای افغانستان و بودجه افغانستان. یعنی که جهانیان در کار که در مورد افغانستان میکنن صادق نیستن؟ نه، ما باید خود ما دقیق سر ازی فکر کنیم که برای کی کار رو بتیم و به چی رقم قرارداد ما پیش بره. قرارداد ما باید هر کسی به فایده خود کار میکنه، ملک ما توست، ما باید هم فایده خودم ما نظر گرفته قد ازو پیش بریم. اگر به فایده از او کار کنیم و قرارداد میگیرم میمانم است که گرفتن و ماندن هم تو رفتن. حالی ما باید برای تو کشورهایی که در افغانستان سرمایه گذاری میکنن یا مادن ما شما را میگیره که او 100% رو بسته کنیم. بیاد اگر تو تا 6 ماه یک سال کار را شروع نکدی اینی قدر جریمه میگی. اگر نکدی تو نه که تو بنام قرارداد بگیری و با دیگه بانشه دیگه در هر وقت دلت بود کار میکنی نبود نمیکنی. حال ما او وقت کمپانی های خارجی یا شرکت های خارجی در او وقت میه که حکومت ما اوتو را به رسمیات دنیا بشناسه. او کمپانی های انترنشنل هیچ وقت به این وقت نمیه که یک کمپانی یک ملک کسی به رسمیات نشناسه. او میگه من که رفتم در او ملک ما کمپانی ما بلک لیست میشه، ما در دنیا همه چیزی ما بسته میشه. دیگه برای ما و شما چی کار است که باید حکومت ما و شما اول با جامعه انترنشنال کمیتی با جامعه جهانی کنار به گپ بزنه، مشکل خود از طریق گپ حل کنه. حالی مشکل بسیار یه حل داره، هر مشکل یک حل داره، هیچ مشکل به حلی نیست. تشکر. فرهنگ صاحب بعد از تحول سیاسی در افغانستان به گونه اوسط اگر در نظر بگیریم 7.40 میلیون بسته نقدی دلار به افغانستان آمد. حالا یوناما میگه که این کمک ها برای مردم افغانستان کمک های بشری بوده. فکر میکنین این 40 میلیون دلار هفته اگر حساب شود این مردم افغانستان رو به کجا کشانیده؟ آیا به مردم افغانستان کمک کرده یا نکرده؟ من یک چیز خدمت آن عرض کنم که یک کمک را کرده باید شمپوشی نشود. کمکشی بوده که در خصوص بالا نرفتن قیمت ها و بازار افغانستان بازار خرد است و دلار و یورو
یک دم بالا نرفت تا پایین آمد، اما شو اما احساسات اما یک حالتی را کمی کمک‌های 40 میلیون در هفته ایجاد کرد، در خصوص کنترل بازار تاثیر مثبت داشته. یک چیزی واقعیت است، آدم باید واقعیت را بگوید. و دیگه ای که به دست مردم نمیرسه، اما گپ جناب صدر خیل صاحب است که 70% از به مو مردم، به مو کسایی کمک‌ها را توزیع میکنه برای مردم، 70% دوباره به ما تعلق میگیره، به اون ماشای دلاری، به اون پولای زیاد. من یک چیز سوال از جامعه جهانی دارم، از ملت افغانستان دارم، از همه دارم، او ایست که چرا نظارت اجازه نمیده؟ من پیشنهادم ایست که خود امارات اسلامی باید مسئله را نظارت ناظر داشته باشه، جامعه مدنی ناظر داشته باشه، خود سازمان ملل ناظر داشته باشه، 3 نفر 2 نفر. این ناظرها باید از طریق رسانه ها برای مردم شفاف سازی بکنه، چون هیچ اینجویی که در طول تاریخ افغانستان کمک توزیع کرده می 40-50 سال، هیچ نوع شفافیت در او نبوده و هیچ گزارش هم برای مردم نداده و هیچ مفتش یا تفتش وجود نداشته که او را تفتش بکنه. شما پیشتر سر پروژه چینایی ها فرمودین، باور بکنین چین ثابت کرده در طول جای مختلف که درست است پروژه را ما دادیم، خیلی خوشبین هستیم که یک نفر هم افغان کار بکنه، برای ما افتخار است. اما متاسفانه چینی ها را خصلت چک آدم میبینه، اما پروژه را زخمی میکنه، زخمی میکنه، به نام خود میکنه و دوباره نه مثال او را شروع میکنه، نه باید التیماتوم داده شه. هیچ کس به منافع کشور دیگری کار نمیکنه، همه به منافع خود کار میکنن. ما باید منافع خود در نظر بگیریم. درست. از این سوی چقدر امارات اسلامی منافع افغانستان را درک کرده؟ باید درک بکنه، از سوء استفاده در پروژه ها جلوگیری کنیم که کشورها ما را وسیله قرار نده و اساس اهداف سیاسی خود که به دیگرها تبارز بده برای زندگی و امو قدرت خود، که ما پروژه های بزرگ اینجا گرفتیم به بسیار امتیاز کم، اگر او را اجرا نکنه باید امارات اسلامی به اساس اصول محکمه بین المللی است، حکمه در سوئیس است، در لندن است، در جای مختلف است، حتی در دوبه است، او را حکم قرار بده یا را به جریمه کنه، از یک دیپوزیت میلیون دلاری گرفته شوه، و اگر مثال در 6 ماه یا در 3 ماه التیماتوم داده شوه که اگر اجرایی نمیشه باید پولات دوباره همه بلاک شوه، به کسی دیگه پروژه داده شوه. این منافع ماست. من نظرم تنها پروژه نیست، در تمام زمینه ها فرزندان افغانستان چی در قالب دولت های مختلف باید منافع ملی را در نظر بگیرند. منافع ملی برای ما ارزشمند است. ما را ذلیل ساخته فیران شرایط، ما را بدبخت ساخته، ما را در آبای یونان غرق میشیم. پلیس ترکیه ببینی که نفرایی که دیپورت شد چقدر اذیت آزار کرده، یا در مرزای ایران یا در مرزای یونان، بلغاریا، جای دیگه. تا که افغان در مشکلات، تا که افغان در ناله و فغان و مشکلات و بدبختی، ما هر روز ببینیم ما به خاطر بدبختی و به خاطر مشکلات خود دنیا، خداوند ما را نفرستاده است نکرده. آفرینش انسان ها همه در آسایش، در خوبی و در شکران الهی است. ما باید سزاواری از این نیستیم. ما فعلا مردمی هستیم که همیشه در طول تاریخ مردم های دارای اختراعات بودیم، تکنیک، تکنولوژی، شعر، ادب. ما سزاوار ما این نیست که فعلا هستیم. این را کی میتونه تحقیق کنه؟ این را کی میتونه تایید بکنه؟ این را ملت افغانستان، باید مردم افغانستان، دستندرکاران دولت در ادوار مختلف تاریخ، یا باید بیان منافع ملی را در نظر بگیرن. هیچ کس به اساس منافع نه دوست است نه دشمن. همه کس برای ما خوب است، اما در قالب منافع ملی ما، در قالب منافع اقتصادی ما، بیاید منافع ما را حفظ کنیم تا هویت و عظمت بزرگی افغانستان را برش برگردانیم. در غیر از اون مشکلات ذلیل میشیم. یک پاسپورت الان ما نداریم. در کل دنیا برو افغانستان یک پاسپورت نداره. بچه تولد میشه در کشور دیگه، به خاطر پاسپورت گرفتن چقدر مشکل داره، پاسپورت نداره. او بچه چی کنه؟ شفاخانه میره که واکسین بکنه، پاسپورت نداره. چقدر همی الان مشکلات است. تشکر. این باید حل شوه. این باید. تشکر از شما. وقفه کوتاه. دوباره خوش آمدید. صدر خیل صاحب،
فصل زمستان، هوای سرد زمستان و وضعیت مردم افغانستان، حتما شما در رسانه‌های اجتماعی ویدیوهای مردم افغانستان را دیده باشین که مردم در چی حالتی هستند. کی باید مردم افغانستان درک بکنه؟ حکومت چقدر توانسته این مردم فقیر افغانستان را درک کرده؟ تا جایی که من میبینم حکومت خود حکومت چیزی نداره. هزار طرف سرش قیوده است، حکومت کوشش خود قدر رئیس، اما که همه راه سرش بسته است، اما چیزی قادری واسه خود کار کرده رئیس حکومت. اما رای حل هی نیست، مثل که فرهنگ صاحب فرمودن، اول انمی تابال کمی. فعلا شما گفتین که کمکایی که می آید، من یک مثال میتونم، امی یو این از طرف دبلیو پی بازی مواد خوراکی تقسیم میشد در بازی ولایت و ولسوالی، این یک شید کسی برای یک کسی داده بودن، باور بکو یک کسی بر ما اکسای شرایی کرد که لوبیا و مثلا امی چیزای مواد خوراکی رو که برشان داده بود کلگیش خراب شده بود. یعنی میره باید یک کسی اول فعلا به خاطر ازی که سوالتان جواب شمید، یعنی می باید نظارت شد 100% یا حکومت فعلی را اجازه بتن یا هر کسی از خودشان میان میره نظارت کنن. ایره نتنی تو برای یک شرکتی که او هر چیزی را تقسیم کرد و داد و بین دو جرامه دست و خلاص. گناهگار کیست؟ گناهگار حکومت نیست. حکومت خود نمیمانه نه که او نظارت کنه. حکومت نمیگه تو نه در پول کار داری، نه در توزیع کار داری، کمک هاست میایی، ما خود ما توزیع میگنیم. اونا خود چی قضاده رایستان؟ حکومت خود برش گفته رایست روزان از طریق کلگی میدیا که بین از طریق ما تقسیم کنیم، ما نظارتش کنیم، اونا رو نمیمانه. یعنی دهی گناهگار حکومت نیست. درست. اگر ما بگویم دومی است که وظیفه حکومت هی است که چه رقم مسئولیتی خود پوره کنه. مسئولیت ایشی است که برای مردم یقی نیست که تو امنیت آوردی، تو مسئولی عزیزی که برای مردم باید کار پیدا کنی، برای مردم باید هم چیز ضرورت مردم است که او رو باش پوره کنی. پوره کردن ضرورت مردم به چه رقم میشه؟ تو باید جور بیای قد جامعه جهانی. قد جامعه جهانی که جور آمدی، ما صاحب پاسپورت هم میشیم، صاحب ویزا هم میشیم، صاحب کار هم میشیم، صاحب شرکت هم میشیم، کلگی خارجی هم میشیم، با قدمی تاجرای افغان ها یک جای با شریک، یعنی می مدنه هم کار میکنه، برق هم کار میکنه، سرخ هم کار میکنه، مردم سرمایه گذاری میکنه. صدر خیل صاحب، در حال حاضر مردم افغانستان در فصل سرما چیز بر خوردن ندارم و همچنان مواد سوختی به خاطر گرم کردن خانه هایشان نداره. این مردم ها باید درک شود. این مردم خو از همه چیزی که ده اولیت باید بر از اینا داده شود. اما اینمی رو چی رقم باید بکنن؟ چیزی که کمک های فعلی که می آیه یا دراست، امی رو باید از کمک بگیرن از امی حکومتی که فعلی هستن، برن امو مؤسسای خارجی که کمک میکنن با اشتراک از اینا یک جای برن امو جای را بررسی کنه که اینی ولایت اینی ولسوالی بسیار دا مشکلات داره، برای از اونا بتن. اما کسی که در خط سرخ است باید اول اونا را بتن. اینا مثلا می در جای توزیع فعلا هم در تو جای توزیع میشه که برای اونجا هیچ کمک ضرورت نیست. ما شما تو قریه و دیهاتی داریم که نان خوش ندارن میالی دیگه شو زبانی، اگر نان خشک میخواین دیگه چیزی نمیخواین. باید به با اونجا رسانده شود. ما چند بار از زمی طریق تلویزیون ها و میدیا ما که صحبت کردیم، ما گفتم که اکثرا در ولایتی کلان ما در خود شار کدام مشکل ما اوقدر نداریم، بازم مردم هایی هست که یکی دیگر کمک میکنن. ما مشکلات ما در اطراف است. زیاد مشکلاتی که اونجا داریم، نه دویه داره، نه دوا داره، نه مواد غذایی داره، هیچ چیزی نداره و اون مردم بسیار با مشکل هستن. حتی دمی زمستان دمی برف رام سرش بند است، مریضی خود یک جای دیگه انتقال داده نمیدانه دیگه چیزا رو اوسوبان. اینی را به چی رقم اینا سروی میکنن، چی رقم پیدا میکنن؟ وقتی که از امی حکومت اینا کمک بگیرن، به شمولی امی حکومت برن اما جای را پیدا کنن، به اونجا توزیع کنن، یعنی کمک هایی که میه. اما مشکل اینجا چیست که اگر حکومت برش خواهش کنه که ما در این مداخله میکنیم، میگه ما بند میکنیم کار، حالا ما این چی رقم جور کنیم دیگه؟ این دیگه رای حلش نیست، به چی رقم پیش برادم. تشکر. فرهنگ صاحب، یک بحثی است که در حال حاضر تصمیم های اخیر که توسط حکومت سرپرست تا امر ثانی گرفته شده
مثلا ممنوعیت کار زنان در موسسات غیر دولتی. در حال حاضر جهان میگه اگر به بانوان افغانستان اجازه فعالیت کار داده نشه، کمک‌های بشری خود به افغانستان قطع میکنه. فکر میکنین وضعیت افغانستان به کجا با این فیصله میرسه؟ مسئله از این است که باید این مسائل ما درک بکنیم. به این شکل اگر ما پیش بریم، به این شکل اگر ادامه پیدا بکنه، اما عمق مشکلات افغانستان عمیق شده میره، مردم واقعا به درد سر، مردم واقعا به مشکلات عظیم قرار دارن و داشتن. بیاین به اساس یک اصول، به اساس یک برنامه که هم اصول ارزش های اسلامی دو تامین شوا ذکر شوا و از این طریق هم نگرانی های دیگه یک چی طبیعی باید مردم در کار بره. بالاخره یک زن بیوی بیچاره که در یک مؤسسه یک جای کار میکنه، او اگر ماش نگیرم طفلا اولادا از او را کی مثال تامین بکنه؟ به او خاطر مسائل باید در نظر گرفته شوه. همه فرزندای امی وطن هستند، به اساس اصول وطن، به اساس امی نیازمندی های روز، به اساس امی که اشتغال از افغانستان فرار کرده رایست، کار نیست، زمینه اشتغال نیست، بیاین در نظر بگیرن یک برنامه مشخص را اندازی بکنن که تا مردم از این مشکلات بیبود پیدا بکنه و مشکلات رفع شوه، ما بالاخره بریم اما کرامت انسانی انسان ها افت شوه. مثال پروژه های ایجاد کنن، حالا می جامعه جانی که نان خشک میته یا لوبیا میته، چرا لوبیا بده، چرا نان خشک ده، بدل می یک کار بده به اساس امو کار یک ماش بده، مثل که الگو بگی کشورهای خارجی ده، همه خود با امارات اسلامی یک جای با موازی با هم مثال دیتابیس بکنه، تمام مردم به اساس اصول مثال در ماش، در ماهانه و در مقابل کار دمی انکشاف روستاها است. در حال حاضر جامعه جهانی برای جا کار ایجاد شد، جامعه جهانی حکومت سرپرست افغانستان به رسمیت نمیشناسه، همچنان اجازه نظارت نمیده در کمک های بشری که به افغانستان جامعه جهانی میکنه. بالاخره وضعیت افغانستان چی میشه؟ وضعیت مردم چی میشه؟ مردم که نان و آب و همچنان مواد سوختی نداره، مردم چی میشه بالاخره؟ ما به اساس علمی درسی را که در دوره دکترا ما میخواندیم و تمام قوانین بین المللی که شما در نظر بگیرین، از تمام موازین هم اسلامی هم قوانین مختلف دیگه آمده، مدیریت بوران، خود مدیریت بوران مهار میشه، در مدیریت بوران میشه آدم بسیار مسائل چرخش ها ایجاد کرد. در امی کشور همسایه ما شما 30 سال 40 سال است در تحریم است، در امی تحریم، اما ما شما فعلا در کام تحریم هم قرار نداریم. اگر تحریم است بازم دور زدن تحریم ها، مدیریت بحران، مدیریت تحریم ها، یا خودش کلش علم است به اساس یک چگونه مدیریت بحران چی باید کرد به خاطر مردم افغانستان در حال حاضر، مردمی که با بحران بشری مواجه هستند؟ مطابق شرایط تصمیم گرفته میشه، مطابق شرایط تصمیم گرفته میشه، به جامعه جانی، به دونرها، به کمک کننده ها پروپوزل داده میشه کار در مقابل غذا. الان ما مثال خیلی یک برنامه خرد برای شما ارائه میدم، ما تمام ولایت افغانستان ما میتونیم که بهترین صنعت ما صنعت قالین داشتیم، در تمام ولایت افغانستان یک کارگاه بزرگ قالین بزنیم و همه مردم دو تنظیم بکنیم، قالین ازی که میفروشیم به خارج بعد صادر میکنن، پول از اینکه به دست میاد به شکل بازنشستگی یا به شکل بیمه بیکاری به این مردم که کار میکنه برای میاد داده شوه. بعد بعدا همین سی ولایت که هسته ایره، مثال ما باید توسعه بدیم به تمام ولسوالی ها یک کارگاه قالین. افغانستان یک کشوری بود که به تمام دنیا قالین صادر میکرد، چرا صنعت قالین مالا خوابید از بین رفت؟ مثال در بخش زعفران، افغانستان در اواخر در زعفران خیلی رشد کرد، ما میتونیم صنعت زعفران را رشد بدیم به می شکل برای مردم کمک بکنیم به دیاقین، یا مثال از بخش های مختلف در یک پولی کم، در یک برنامه خیلی کم میتونیم بسیار یک کار خوب به دل زراعتی بودن و فصل افغانستان که جای مختلف فصل های خیلی خوب داره به خاطر کشاورزی در زمین های مختلف کار کنیم. اما این باید یک برنامه گرفته شود و جامعه جانی و این جوها به سازمان ملل، به همه، با این کسایی که دونر هستن کمک میکنن،
به اساس و مشوره ازا بر ازا پروپوزل داده شد، بر ازا مشوره داده شد. ما میتونیم بسیار مسائل بحران مهار بکنیم. مدیریت بحران خودش علم است. مدیریت بحران در تمام جوامع بشری تدریس میشه. حتی در زمان جنگای فرسایشی یک مدیر یک رئیس جمهور در حالت دویدن یا در حالت رفتار باید عریضا و امو مکتوبای مردم امضا کرده بره. این کلش تفکیک شده. اما این که فعلا یگانه چیزی هست که دل بسوزانیم در وطن. یگانه چیزی که ما فعلا نیاز داریم در اولین قدم ما باید دل بسوزانیم. اول به مو هویت و به مو عظمت و به بزرگی افغانستان باید ما احترام بکنیم، کرامت انسانی مردم در نظر داشته باشیم، مردم انسدادی که در بانک ها بزرگترین و مشکلترین گره فعلا در بخش بانک ها ما داریم. یک مامور بیچاره عمرش تیر شد در کارش، امانت خود در بانک ها گذاشته، بانک ها پیسه شنو تا سنترال بانک ها، بانک مرکزی تو تضمین کردی، این بانک خائن به وجدان که برای ما چی کردی، باید پول ما را بتی بانک ها را حل کنن. موضوع بانک ها را باید امارات اسلامی 100% مکلف است که حل کنن. تشکر. وقفه کوتاه. دوباره خوش آمدید. صدر خیل صاحب، یک روایت در جامعه افغانستان میان مردم افغانستان این است که جهان مردم افغانستان را به گونه درست درک نمیکنه. مردم افغانستان باید مردم خودش را درک بکنه. سرمایه گذارا در حال حاضر مردم افغانستان که در بحران بشری قرار دارند، چقدر مردم افغانستان را درک کرده، چقدر کمک کرده مردم افغانستان را؟ چی میتونه تاجر برای یک جامعه فقیر مانند افغانستان؟ تاجر سالار صلح هست، تاجر در 45 سال در افغانستان قربانی داده، تاجر مالش سوخته، در گرفته، چور شده. فعلا هم تاجری که قربانی میتم، من چند مثالی را میارم، این از برکت همی تاجر هست. چیزایی که در خارج ساخته میشه، مواد اولیه، مثلا روغن است، یا همین روغن بر تاول مثال میتم، روغن مثلا در مالیزیا جور میشه، روغن خوردن. مگم فعلا برین در مارکتی کابل یا در هر شهر افغانستان که پرسان کنین، قیمت مالیزیا که در ارزان است. این از برکت تاجر است. اما تاجر فعلا هم کمک که داره است. تاجرها با این قدر مشکلاتی که دارن که پول هم از بانک رایی کده نمیتانن. همیال شما خودتان خبر دارین که یک مومیشه چیزی کم یک مومیشه که در بندر کراچی مالای تاجر استاد است. پاکستان یک رئیس صرافایش گفته که روزانه ماهانه یک میلیارد دلار از پاکستان در افغانستان میره، به خاطر دلار اینجا قیمت شده، مالا را استاد کرده. آلی پاکستان اونجا پرسان میکنه که شما پول از چی طریق به این کمپانی ها رایی کردین که مالای تان آمده. آلی تو را کار چی است؟ تو خود ترانزیت ما مال رو من میارم، کانتینر رو من میبرم از طریق تو به ملک خود، در ملک تو سودا هم نمیکنم. کسی پرسان نمیکنه، به تاجر کسی کمک نمیکنه. میالی ما از افغانستان یک دلار رایی کده نمیتونیم. مال میای بازو به چند طریق، به چی مشکلات، پس از او فابریکه یا از او کشوری که مال میخری مواد اولیه را، او خود پیسی پول نقد نمیگیره، از طریق حواله نمیگیره، او رو باید در بانک ترانسفر کنی. بانک ها خودتان میفهمین، فرهنگ سبیم فرمود که بانک ها را دروازهش بسته است. دیگه ما با وجودی قدر مشکلات با مردم خود استاد هستیم، ما میالیم کار کدر هستیم، ما میالیم تاجرهایی هست که کار داد ما اولایت هستیم، بازم هستیم قطعی ملک خود، هر چیزی که داریم به خدمت مردمی خود انداختیم. در کنار تاجر افغان، جامعه جهانی، جامعه جهانی تازه گفته که بعد از تحول سیاسی در افغانستان 1.8 میلیارد دلار پیسی نقد به افغانستان کمک شده. فکر میکنن این پیسه را کجا مصرف شده؟ 1.8 میلیارد دلار است. این پیسه را خودی از اونها مصرف کرده. این را خود به حکومت اینا خود یک روپیش هم نداده. اینا خود برای از اونها نمیده. پولایی که میه خود شما خودتان هم خبر دارین. پولی که میه پولی ادامه میکنه که به مردم افغانستان کمک میکنه. جا یونام هم گفته که این کمک های بشری به مردم افغانستان است. من پروسیجر این پول را براتان میگم که میه در تیاره در میدان هوایی کابل تنها دی افغانستان بانک یک نظارتش داره که از امو میدان هوایی در بانک بلمنلی انترنشنال بانک برده میشه. اونجا بانک خصوصی است. از امو جا کلی که موساد نه پولی خود میگیره، به دل خود مصرف میکنه که برای تو میتوه، برای ما میتوه، برای کی میتوه یا مواد میگیره.
این مسئولیتش حکومت نداره، برای حکومت یک روپیش هم نداده، اونن زیر نظارت حکومت تقسیم شدن، نه زیر نظارت کدام تاجر و افغان، خودشان مصرف میکنن. ولی ما میره نمیفهم که پول اینا چی خریدن و برای کی دادن. خانم مشکله که مثل که فرهنگ صاحبم گفت، مشکل همی است که اینمی یک نمیشینن، از یک کسی پرسان نمیکنن، به یوز ازی که خیرات میتی خب برای ازی یک پروژه جور که برای مردم یک کار بتی. حالی اینا فرهنگ صاحب گفتن که زعفران و قالین ما میگم هم اینجا من دمی کشوری هم جوار ما شما تاجیکستان دیگاه میکنن. اینمی مردم افغانستان مثلا در ولایت تاریاک کش میکردن، حالی بس کردن، همی اینجا قانونی است. اینمی از تاریاک که در قیمتش زیاد است در مارکت، مثلا زعفران از کل چیزی که در قیمت است زمین های افغانستان میتونه که میره بکنه، قالین از دیگه چیز هست، همی پول دینی توی چیزی یک سرمایه گذاری کنن که این پیسی بسیار زیاد است که اینا یاد میکنن که اینقدر پیسه رو ما برای افغانستان آوردیم کمک کردیم. و چی رقم کمک کردی؟ خود تو خودی کسی خود افغان ها خود مشاره بکن، ولی ما در 40 میلیون چیز زیاد و کم نفوس همین قدر یک چند نفر نداریم که خاطی از اونا بشینن اینا مشوره کنن که بیاین ما می پول چی رقم مصرف کنیم در ملک شما. تشکر فرهنگ صاحب. یک بحثی است که جامعه جهانی کمک میکنه، حکومت افغانستان اجازه نمیده که نظارت بکنه، هر قسم که چون صدر خسر اشاره کردن هر قسم که میخواین مستات در افغانستان همون رقم به مصرف میرسانن. در حال حاضر باز تاکید کردن که مردم افغانستان باید کمک بکنن، یونما نیز تاکید کرده که باید به مردم افغانستان کمک صورت بگیره. کمک های بشری تا چی وقت به افغانستان؟ آیا این کمک های بشری درد مردم افغانستان دوام میکنن؟ آیا مردم از این بحران نجات میده؟ من چیز خدمتتان عرض کنم که ما حدود 35 سال پیش تقریبا یا 30 سال پیش بود دفتر صدر خیل سبم کاری داشتیم، کاروبار داشتیم در میدان جمال ناصر، یک دفتر داشتن اونجا. بعد سراسر افغانستان مثل ویستونینیان وره پول رای میکردن، کارگر بیچاره که هرچی کار میکرد بازی ها میفرستادن. بسیار تجربه خوب دارن در این مسئله. ما از همین تو یک تاجرهای با ایمان و با خدا استفاده کنیم در قسمت توزیع می کمک ها. این بسیار مهمت. یک موضوع دوم، یک چیز برات بگم که تمام همی تحریم ها و مشکلاتی که فعلا هست ما تاجرها ضربه میبینیم به خاطر پاسپورت افغانی داریم در روی دنیا، بانک‌ها، حساب‌ها، از همه امارات شروع جای مختلف تاجرای ما فعلا ضربه دیده ایستن. بازم در می حالت بدبختی همین تاجرای ما منعی سفیر سال کمک میکنن. این موضوع دوم. موضوع سوم، همین مسئله را که صدر خیل سب صحبت کرد که از میدان اوی وقتی که پول میبره در بانک ای آی بی بانک، وقتی که ای آی بی بانک میبره پیشاپیش را فرماها و اسنادها و مدرک ها آماده شده که کجا ببره، کدام مؤسسه، کجا، کدام ولایت توزیع بکنه، اونجا تذکره، مسکره و اسناد کل چه جور شده پیشا پیش. این از اینه میجاست که از این بانک دوباره مردم میکشه، این سیستم مافیایی میکشه، میبره هر جای توزیع میکنه، یک رپر توزیع میکنه، پیشا پیش کل چیز درست کرده، این ای پیسه در اونجا به چپاول قرار میگیره. اما یک خوبی داره که در داخل افغانستان چپاول و چپاول و تاراج میره و دوباره میره به سرای شاهزاده، یعنی گردش و این طرف طرف گشتن که در افغانستان میکنه این نمی برای ما فایده است. متاسفانه یک مقدار عظیمش پاکستان میره، یک مقدار عظیم از ایران میره، این بخیر 100% است. اما اینمی مردمی که از یای بی بانگ سند جور میکنن میره نمی جوای پیسه را میکشن در این مقاماتی، همه مقامات دست داره، ای تو نیست یک سازمان خیریش دست داره، انجویش دست داره، دولت مرد دست داره، غیر دولت مرد دست داره، کلی دی پول دست داره در توزیش، ای تو نیست کسی نفهمه، همه آقای صدر خیل میفهمم، من میفهمم، کلی دنیا میفهمه. باید اینمی را شفاف سازی بکنن. ما نظر ما نی نیست که برای مردم همیشه ما نان خشک بتیم، اینمی را برای مردم کار بتی. اینمی بانکای بدبخت که فعلا مشکل داره در حساب در این بانک ها برای مردم افتتاح کنیم، پول ها بده ده از طریق این بانک ها در حساب هاش که هم بانک ها سر کار شوه، هم آدم $100 یا $200 ماهی معاش بده، در مقابل معاشش یک کار برش ایجاد تو که کرامت انسانی از جامعه افتش شوه که من کار میکنم این معاش هم میگیرم. اما این حالت حالت خوب نیست، این حالت به فکر من، به نظر من، ما از عمق مسئله را میفهمیم، ایتو نیست که نمیفهمیم، تاجرها اما سفیرای صلح هستند در تمام جای برای تاجر مردم گپ میگن، ایتو نیست که گپ پد بانند. تشکر صدر خیل صاحب.
آخرین پرسش را مطرح میکنم. چگونه میشه وضعیت بشری افغانستان مدیریت کرد؟ ما خواهم یک گپم است که تا حکومت ما خط جامعه جهانی با هم کار نکنه مشکلات ما روزانه زیاد شده رایست. و این مشکل تا او وقت کنترل نمیشه که تا ما خط جامعه جهانی کنار نبیاییم و اما خواهشاتی که معقول است او را باید قبول کنیم. ولی در افغانستان اگه اونا میخواین که مکتب و پانتون و شغل خانما این در شریعت چه رقم که شریعت ایجاب میکنه، چه رقم که رای خدا و رسول است، به اون رقم برن، به پانتون برن، به مکتب برن، به کار برن. اینه دمی کلی کشور ها میره، دمی سعودی میرن، دمی امارات هم میرن، دمی خانم ها مکتب هم میرن، مدارس هم میرن، در کار هم میرن، در شریعت هم مراد کده همی کار قطع دنیا یک قسم جور کنن. اگر به هی حالت بانن من فکر میکنم که افغانستان تنها میمانه و از جامعه جهانی همی کمک هم قطع میشه و روابط ما قطع مردمی قطع جامعه جهانی قطع میشه، دیگه ما مشکلات دیگه هم پیدا میکنیم. تشکر مهمانان عزیز که در برنامه حضور یافتین. از شما بیننده های عزیزم خیلی تشکر تا این دم ما را همراهی کردین. وقت با شما خوش.